سلام، روزتون بخیر. امروز با کارشناسی خودروی لکسوس ES250 2014 در خدمتون هستم. کارشناسی رنگ و بدنه و فنی و آپشن‌های ماشین انجام شده. ماشین چند تا نکته داره که من میخوام خدمتون عرض بکنم. خب ابتدا کارشناسی بدنه خودرو شروع کنیم. ماشین از جلو تصادف داشته، سپر رنگ شده و سر کاپوت صافکاری واسش اتفاق افتاده که یه مقداری چون الان ماشین خیس هستش صافکاریاش سخت توی دوربین نشون داده میشه، اما از همین رنگ پریدگی ها و این کجی هایی که اینجا هست میشه صافکاری سر کاپوت رو دید. خب اما این قسمت هم که همونجوری که مشاهده میکنین یه لیسه گیری هم شده که چون صدف هستش خیلی لیسه گیری ها یه موقعی سخت هستش براشون. این قسمت هم به همین صورت که کامل مشخص لیسه گیری های این قسمت گلگیر. در شاگرد قسمت های بالاش مشکلی نداشته، فقط یه قسمت پایین همونطور که ملاحظه میکنین این قسمت یه قوری داشته لیسه گیری شده، اما در و گلگیر هم صافکاری داشته. دقیقا روی اینجا و این قسمت صافکاری شده که میتونیم ببینیم. گلگیر آقا هم به همین صورت یه لکه خیلی کمه، خط کمی لیسه شده. اما یه نکته که ماشین داره تصادف از پشتش بوده که کف صندوق آسیب دیده. ملاحظه کنید دقیقا این داخل قسمت راننده که خب چیز خاصی نداشتش، مشخصه فقط عده قلمگیری این قسمت هستش. درب جلو هم به همین صورت، اما این تقاطع درب و گلگیر ملاحظه کنین قوریایی که افتاده و جای رد صافکاری که دقیقا این قسمت بوده مشخصه. اینجاها کامل صافکاری شده و با هم دیگه در و گلگیر برخورد داشتن که اونجا هم قلمگیری شده. این گلگیر اما لیسه گیری شده. ببینید این خطی که خالی هستش اینجا اینو با لیسه پرش کردن کامل. موتور ماشین موتوریه که شتاب زیر 10 ثانیه در اختیارمون قرار میده. یه موتور 2500 سی‌سی 4 سیلند 16 سوپاپ. بریم ببینیم که وضعیت موتور به چه صورته. ببینید درب موتور رو خدا رو شکر چونه سفیدک و خمیری نداره و رنگ روغنمونم رنگ مناسبی هستش. یه مقدار فقط روغن کثیف شده که نیاز به تعویض روغن هست. دست موتور بالا رو ملاحظه کنید. ببینید اون ترکی که پایین دست موتور خورده و از پشت هم ترک مشخص میشه. نشتی این سمت چیزی نداشتیم، فقط از گلدونی پولوس یه نشتی اون پایین داره. این گلدونی پولوس از گردگیرش یه نشتی داره که این خب خیلی چیز مهمیه و بایستی که زودتر درست بشه قبل از اینکه بخواد آسیب‌های بیشتری به خود گلدونی بزنه و بعد گلدونی هم به گیرباکس آسیب وارد کنه. این نشتی ها رو هم بارها گفتم همیشه مد نظر قرار بدیم و قبل از خرابی بیشتر درستشون کنیم. آپشن های این ماشین حالت های رانندگی رو داریم، اکونومیک، نورمال، اسپورت، ESP رو داریم و موسی که از اینجا کار میکنه و یه مقداری حالا با لقی همراه شده. صندلی های ماشین که همکن سرتون نداره. روی فرمون مودای برای حالا سیستم صوتیمون رو داریم، دیسپلیمون داریم و ولوم و غیره. اون پشت هم که برای کروز رو داریم، سیستم کروزمون هستش. در اینجا برای چراغ شورا رو داریم، سنسور کمک پارک رو داریم، تنظیمات آینه، تنظیمات شیشه بالا برا، قفل و سه تا مموری صندلی راننده.
کنسول وسط می‌بینیم که سیستم تهویه دوال داریم، میتونیم حالا برای هر سرنشین جلو رو با دمای مجزا تنظیم بکنیم. آپشنی که بخوام خدمتتون عرض بکنم برای کنسول پشتی هستش. شما میتونین حالا ولوم، ببینید ولوم، ترک و فولر، پاور و مود برای سیستم صوتی و برای پرده عقب، و در نهایت شما اینجا میتونین درجه بخاری جفت سرنشین عقب که از جلوی پا میزنه رو تنظیم کنید. ماشین یکی از لکسوزه بسیار خوب و دوست داشتنی سدان هستش. خدا نگهدار.